سلام و وقت بخیر. با آخر خط خوش آمده. تاکید واشنگتن به ادامه فشار بر حکومت سرپرست. آیا تعامل رسمی میان کابل و واشنگتن به این زودی ها ممکن است؟ به دنبال انتقادها از انزوای افغانستان، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که واشنگتن به اعمال فشار بر حکومت سرپرست به منظور تغییر سیاست های کابل در خصوص حقوق بشر ادامه می دهد. دستگاه دیپلماسی ایالات متحده افزوده که آمریکا به زودی قصد ندارد نمایندگی دیپلماتیک خود را در افغانستان باز کند. وزارت خارجه آمریکا حقوق بشر و بازگشت دختران به مکتب را محور اصلی تعامل خود با حکومت سرپرست عنوان کرد و گفته که عادی سازی روابط با حاکمیت فعلی مشروط بر احترام به حقوق همه شهروندان افغانستان است. این در حالی است که حکومت سرپرست همواره تاکید کرده است که معیارهای به رسمیت شناسی تکمیل کرده و خواهان روابط نیک و حسنه با تمام کشورهای منطقه و جهان است. حال پرسش این است که چرا آمریکا همچنان بر سیاست فشار تاکید دارد؟ روابط کابل با آمریکا در حال حاضر چگونه است؟ آیا سیاست واشنگتن در قبال کابل در حال تغییر است و یا خیر؟ و در نهایت حقوق بشر برای آمریکا مسئله است و یا آله فشار؟ این و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث میپرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هر یک محمد صابر صادقی، استاد دانشگاه، نجیب الرحمن شمال، تحلیلگر مسائل افغانستان، و محمد خان کتوازه بزرگ قوم و آگاه مسائل سیاسی با ما در این بحث هستند. مهمانان است، تشکر که به بحث حاضر شدند. بحث را با آقای صادقی آغاز میکنم. صادقی صاحب، به دیدگاه خود شما حالا روابط کابل با ایالات متحده در حال حاضر چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما، علیکم سلام جناب کتابت و جناب شمال سر و تمام بینندگان خوب تلویزیون. تنها موقف و یا روابط ایالات متحده آمریکا نی، بلکه تمام دنیا فکر بکن در قبال افغانستان در حالات موجود یکسان و یک نظر هستند. متاسفانه که هیچ وقت هیچ یک موقف گیری یکی از کشورهای اسلامی و یا غیر اسلامی، چه همسایه های ما و چه کشورهایی که از ما با ما همسایه نیستند و فاصله های زیادی دارند، همیشان در مورد افغانستان و یا در مورد حکومت موجود امارت اسلامی یک دیدگاه یک نظر را دنبال میکنند. شما ببینید چند وقت پیش خود ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که قرار است ما کنسولگری خود را در افغانستان باز بکنیم. بلا فاصله تغییر جهت دادن و این بار اول دومشان نیست که چندین بار است که موقف اینا میگیرن و بعد موقف دیگه. پاکستان روز گذشته اعلام کرد که پاکستان یکانه کشوری است که امنیت داره و این داره و آن داره و ما هیچ مشکلی نداره. بعد میبینی که فقط دو روز دیر نمیشه که موقفات تغییر میکنه. این شکل جمهوری اسلامی ایران، این پسر روسیه، یک ما برداشت ما ای است که تمام کشورهای دنیا و تو خود فعلا تقسیم هستن، بلکه دنیا را دو خودی هم برامده و چند خودی رفته. ولی برداشت ما ای که یک تعداد فقط چشم ابرو ایالات متحده آمریکا را نظاره کردن و یک تعداد چشم ابرو. درست آقای صادقی، شما گفتین که دیدگاه های ایالات متحده به شمول کشورهای اسلامی حالا یکسان نیست برای حاکمیت فعلی افغانستان. چرا این دیدگاه ها متفاوت است؟ چرا یک دیدگاه واحد مشترک پیدا نمیشه؟ بیادتان باشه که این دنیا چه کفر چه اسلام، چه همسایه و چه غیر همسایه، نه عاشق افغانستان هستن، نه عاشق افغانها هستن و نه عاشق حکومت ها هستن. بیادتان باشه که در زمانی که حکومت سردار محمد داود خان بود و یه جنایی ارتباط نداشته حکومت اسلامی بود، شما موقف گیری های ها را میتونید بررسی بکنید. بعد هم سقوط از اینها حکومت ترکی و امین و ابراهیم نجیب و بالاخره مجاهدین و بعد از اداره اول امارت و بعدش جمهوریت و بعد از دوم اشرف غنی و عامل کرزای و اشرف غنی و بعد دوباره حاکمیت امارت، تمام کشورهای امسایه و یا غیر امسایه فقط دنبال منافع شخصی خودشان هستند. برمیگرده به خود افغان ها و کسایی که امروز تو در اختیارشان هست، منصوبین امارات اسلامی باشند، اینها به عقلانیت خود باید متکی شوند، منافع خود دنبال بکنند. اگر ما منتظر از این باشیم شرق چی میگو غرب چی میگو،
چی میخواد، آن چی میخواد، اینا درست آقای شما صادقی، رو حالا وارد آن چقدر بشید. دستگاه دیپلماسی موفق بوده در این راستا که حالا تعامل و همچنان قناعت بتره جهان را، و چقدر موفق بوده که منافع ملی را درست نگه داشته تا حالا؟ شما ببینید منافع ملی ما تا هنوز تکمیل نیست، ما هنوز مشکلات داریم، واقعیت ها را بین بپذیریم. من حیث یک مسلمان، من حیث یک برادر، ما فقط پیشنهاد من است که هر کسی که صحبت میکنه در هر جایی که صحبت میکنه فقط ایمانش کامل به این باشه که منافع ملی کشور، ثبات افغانستان و یک حکومت شریعت اسلامی، چون افغانستان 99.9 مملکت ملت مردمش مسلمان است، معتقدات اسلامی دارند و به این باورمند باشند. کاری نکنند، خدا نخواسته که یک جنای تخریب بکنند و یک جنای دیگری را که با تمام خالیگاه هایی که باشه بوده ترجیح بدن. این به نفع ما نیست، به اصلا رو ثبات افغانستان کمک نمی کنند. لحاظ ما میگم بین از دنبال شرق و غرب بگذاریم، فقط با منافع ملی خود فکر بکنیم چه رقم میتونیم کسب رضایت ملت خود را بس بیاریم. ببینیم بسته بودن در به مکاتب پانتونه ها و سایر از این هایی که امروز دنیا سر ما صدا میکنه، این مربوط به کار خانگی خود ما، این حکومت امارات اسلامی باید حل بکنه. وقتی که ما در کار خانگی خود ناکام بمانیم و یا انجام داده نداریم، خواهی نخواهی اجنبی ها دزدرازی میکنن و میخواهند آب خط بکنن و گلالود بکنن و این میره. تشکر صادقی صاحب. شما صاحب دیدگاه شما چی گونه از روابط با ایالات متحده در حال حاضر؟ طی 2 سال یا بیشتر از او که حکومت سرپرست در افغانستان حکم فرما، چی گونه روابط است و ایالات متحده فکر میکنین که حالا دیدگاه متفاوت همواره در قبال افغانستان داره و به شمول ایالات متحده کشورهای همسو با ایالات متحده چرا در مورد افغانستان دیدگاه واحد ندارن و چه زمان دیدگاهشان واحد خواهد شد؟ عرض سلام خدمت شما محمدی صاحب محترم، جناب صادقی صاحب، کتاقالی صاحب محترم، همچنان بیننده های عزیز شما در سراسر دنیا. ببینید تأمین و گسترش روابط میان کشورها برمیگرده به برخورد و سیاست های سیاسی و دیپلماتیکی که کشورها یا نظام های حاکم در کشورها میخواهند به او علاقه داشته باشند و او را در سرمشق خط خود قرار دهند. ما میبینیم در زیدان مدت 2 سال و 6 ماه تقریبا افغانستان متاسفانه به بحران رفت، در حالی که این نخواست مردم افغانستان بود، نخواست جامعه جهانی بود، نخواست دنیا بود، ولیکن برعکس به اساس معاملات و معادلات پشت پرده که در حق سرنوشت مردم افغانستان صورت گرفت، این افغانستان دوباره به یک گودال بدبختی متاسفانه بدل شد. البته برمیگردم به سرنوشت خودمان، به عملکرد خودمان. اما چنانچه که جناب صادقی صاحب گفتن، ما همیشه منتظر هستیم که دنیا، شرق یا غرب برای ما چی دستور میده، چی نسخه میده. متاسفانه این کشورهای بزرگ دنیا تا امروز حق تعیین سرنوشت به خود مردم افغانستان را ندادن. هر حکومتی که 40 یا 50 سال در داخل افغانستان با وجود آمده، اما به شکل از اشکال یا مستقیم یا غیر مستقیم متکی به نیروهای خارجی بوده و کشورهای خارجی بوده و اونا به خاطر تامین منافع خود افغانستان را به سوال دست خود ساختن متاسفانه. اما ما مردم متاسفانه که امی اوشیایی را پیدا نکرده که ما چگونه میتونیم خود از امی جو سیاسی در سطح دنیا تحت تاثیر بودن کشورهای بزرگ خلاص بکنیم. به خاطر از این که کاری که دنیا که در حق ما چیزی که بسیار زرد متاثر شد مردم افغانستان، نفاق قبلی در بین تمام اقوام افغانستان بود که روز مویر با چسب سر میبینیم و ای که امروز ما یک جای نمیشیم، متحد نمیشیم، یک پارچه نمیشیم، ارزش های ملی، معنوی و مردمی خود در نظر نداریم، ارزش های دینی خود در نظر نداریم. متاسفانه این روز حال ما هست. ما نباید امریکا را ملامت بکنیم، نباید شرق، نباید غرب. درست است که اینا پیش از تشریح کردن که اینا در حقیقت جرایم بسیار سنگین و خیانت های در مقابل مردم افغانستان به حساب متحمل شدن. اینا باید جوابدهی باشن اگر در صورتی که افغانستان دارای حکومت قوی، یک کشور صاحب مقتدر و با اقتدار تبدیل میشه و حق بازخواست، حق خود از دنیا می داشته باشه، در اوست میتونه بکنه. او در زمان است که ما با خود بیاییم، ما دیگه نگذاریم که برای ما امریکا نصابه کنه. بله درسته، ببینه که امریکا یک روز میگه که ما سفارتخانه خود قنصلی رو باز میکنیم، روز بعدی رد میکنه. پاکستان همچنان، ایران همچنان، جامعه جهانی همچنان. ولی در جریان 2 سال و 6 ماه گذشته ما هیچ وقت نشدیم تا گزارش از جانب مقامات بین المللی، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، وقت بخوایم نخوایم خوش کس میای نمیدیم، نیرو است، نیروی سازمان است، نیروی
قدرتشان است همین تواناییشان است متاسفانه در اختیار هیچ کسی نیست جز از اینا. اینا فیصله ها میکنن، خطرنامه ها صادر میکنن، اما وظیفه حکومت هایی است که این گزارشات یا این تحلیل ها رو یک دفعه ارزیابی بکنن کجای کار ما خراب است، کجای کار ما میلنگه، ما را باید تعمیر بکنیم، اعمار بکنیم تا جامعه جهانی به ما اعتماد داشته باشه. متاسفانه در افغانستان تا 2 سال و 6 ماه گذشته هیچ یک از گزارش ها تایید نشده. با مجرد که خبر نشد یک اعلامیه یا گزارش یا موضوع در مورد افغانستان نشر شده، بلافاصله این صحبت از جانب مسئول حکومت اسلامی سفارت افغانستان رد شده، در حالی که باید اینجا یک بررسی صورت بگیره. بله همین گزارش را که مثلا آخرین گزارش که آقای فریدون اوغلو در مورد افغانستان گزارش دادن و تحلیل هایی در مورد افغانستان داشتن و 7 ماه گزارش طول کشید، خودشان به منطقه سفر کردن، به افغانستان سفر کردن، با مقامات مسئول این حکومت دیدن، نظرات جمع آوری کردن، حتی خود حکومت همین گزارش نسبتا تایید کرد، اما وقتی که واسه پیشنهادات میشه ما یک دفعه در مقابل جامعه جهانی در تقابل قرار میگیریم، در حالی که در تقابل قرار گرفتن با خواسته جامعه جهانی ما بخواهیم نخواهیم، اگر خوش ما میدمه ما عضو جامعه جهانی هستیم، عضو سازمان ملل متحد هستیم، و صرف نظر از اینکه در افغانستان کدام حکومت، کدام حزب، کدام تنظیم، کدام قوم حاکمیت میکنه، افغانستان بر اساس کنوانسیون های بین المللی که قبلا در سطح جهان به نظر رسیدن مکلف به تطبیق قوانین فیصله ها و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد در کشور می باشد. اما ما اینه تاش میتیم بدبختانه بدبختانه بشریت که به شور میخوریم، ما حکومت شرعی بخوایم. ما برادر کی گفته در دنیا که شما حکومت شرعی اسلامی نداشته باشید؟ چرا دین، چرا شریعت همیشه ما بهانه قرار میدیم؟ با می بهانه دادن دین، با عرض معذرت عالی دست قرار دادن امی دین مبتنی دین اسلام، ما به این سرنوشت گرفتار شدیم دیگه. بس از بازی با این سرنوشت مردم. به این خاطر وقتی به دنیای امروز سیاستی که میکنیم باید سیاست یاد بگیریم و باید راست بگیم. در جهان امروز ما نمیتونیم در مقابل تقابل جهان قرار بگیریم و این تقاضا داشته باشیم که تمام جامعه جهانی مطابق خواست میل و اراده ما رفتار کنه. بخیر نه، ما عضو یک بسیار کوچک جامعه جهانی هستیم و فیصله هایی که در سطح بین‌المللی تشکر شما هستید. کل دنیا را قبول میکنم، ما مکلف هستیم را قبول بکنیم، به شرط از اینکه در متضاد با ارزش های دینی مقدسات ما و ارزش های ملی مردم افغانستان نباشد. ما باید بپذیریم با جهان همکاری داشته باشیم. تشکر شما هستید. ممنون، تشکر. کتوازه ایسه ایال امریکا همیشه تینگار پده که باید فشار ورکی سرپرست حکمیت ترزوز در سیاستون و آقا کارون از د امریکا په خوخه دی هغه انجام وکړي. فکر کوي دا فشار دی امریکا به نتیجه بخښ وي په دې سیاستو باندې. بسم الله الرحمن الرحیم و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محمدی صاحب، جناب شمال صاحب، صادقی صاحب، استاد په اجازه د نور تلویزیون ټول ولیدونکو او کارمندان ته سلامونه احترامات او نیکیل. امریکا داس پالیسی د افغانستان په وړاندې نه لري چې د افغانانو په خیر یا د افغانانو د یووالي په خیر وي. دوی همیش دلته خپلې ګټې ګوري او خپلو ګټو ته داسې څوک دلته په دې هېواد کې دوی غواړي چې د دوی ګټو ګټې خوندي واوسي، یا مثلا دوی له بدنامۍ بچ سي. امریکا اوس بدنامه سوې ده، له افغانستانه یې تېښته کړې که په هر رقم ده. اوس دوی غواړي چې هغه خپلې بدنامۍ په یو رقم پټ کړي، هلته خپلو خلکو ته د دې قناعت ورکړي. کله یو فشار، کله بل فشار، کله بل فشار ور دی. دا فشارونه دوی هېڅ نتیجه نه ورکوي، ځکه نتیجه ورکوله دوی ولې تېښته کوله، ولې د هېواد تلو، ولې دلته په ملیاردونو سلاوې پرېښوولې، ولې دلته تاسیسات پرېښوول. نو دوی هغه څه چې دلته کوم شیانو نو وتښتېدله ولاړه، اوس له هغه ځای کې فشارونه ورکوي. دوی یو چین دلته اوس رقابت سره لري، دلته برقدرتونه رقابت لري. د افغانستان لپاره مهمه خبره، مهمه مسله دا ده چې دوی یو دایمي بېطرفي غوره کړي، د برقدرتونو سره ټولو سره مخه ښه وکړي، ځکه موږ هر وخت کومه برقدرت ته لاس ورکړی ده هغه مو لاس رافی کړ. ګټه وزای صاحب، شمال صاحب اشاره وکړه، زه دا مشکلاتونه څه مثلا ملامتۍ څه امریکا ده او پر رسمیت باندې او په تعامل باندې دلته مشکلات داخلي دي، باید دا داخلي مشکلاتونه حل سي تر څو د روابط عادي سي او تعامل ترسره سي او پر رسمیت پیژندنه شروع سي تر څو سرپرست حکومت پر رسمیت وپیژندل سي. فکر کوم دا مشکلاتونه په داخل کې دي او که ملامت هیوادونه دي په داخل کې مستونزې سته او خو هیوادونه کستن دي ته فشار ورکوي. د مغل لپاره مهمه کیسه د افغانستان اسلامي امارت لپاره دا ده
مهمه خبره چی دوی په کوردنی نیمه سواد د نجونو مکتب د مکتبونه دی د نجونو په ونځو باندې هر وخت ته فشار ورکول کیږي دغه ته باید لبای کوی د افغانستان خوندې د افغانستان بغانانو لونی دی ته باید لبای کوی هغه جواب دی وځه کی مثلا بغه باندې افغانان خانه بده د سنت ټوله نه ده بل طرف یو غټه غونډه باید دایره کی غونډه ته اختیار ورکي غونډه لپاره دوی تر اوسه پورې کوم څپ نظر کې نه لري نو په داخلي مشکلات ستا داخلي موضوعات ډیر دي او دغه څوک په افغانستان کې دي هر کاکلیتونه دي کا اکثریتونه دي دا په ټول سره کښینی وی و ګډه خلوب باندې فیصله وکړو چې افغانستان هغه حالت له وتلې له غلطه وتلې چې پارلمان وي مثلا سنا اوس مهمه خبره دا ده چې وغټه غونډه جوړه سي وغټه جرګه جوړه سي په غو کې اکلیتونه او اکثریتونه ټول راځي مهمه ده پارلمان او سنا سالته د خلکو غړیشتون ولري او د خلکو غږ پورته کی حکومت نو پارلمان یو داسې ولکه مخکې پارلمان چې موږ لرو هغه پارلمان هم به نتیجې وو اوس وخت کې زه یم چې یوه شورا جوړه سي او شورا ته اختیار ورکړي سي که مخکېنی پارلمان مخکېنی پارلمان غوندې یو پارلمان جوړېږي چې هلته د ایران استازی یم کې موجود وو هلته د پاکستان استازی یم کې موجود وو هلته د نور نړۍ استازی یم کې موجود تر هغه پارلمان ړنګ پارلمان ښه ده خو دا جنجالونه قومي تعصبات ژبني او مذهبي مشکلات دا خو د پارلمان پورته کړي وو د پارلمان جوړ کړي وو کله د یوه مشکل ته لبی کو کله یو مشکل هم حل کړی وو نو اوس لپاره مهمه یوه غونډه ده په هغه غونډه کې ټول قومونه ځان وویني او اختیار ورکړي سي روابط څنګه دی ایالات متحده امریکا په شمول د اسلامي هیوادونه تر اوسه یو مشترک هغه نه لري نظر نه لري افغانستان مورد باندې او تر اوسه رسمي تعامل هم پیل کړی نه ده تر اوسه دوه نیم کاله تیر سول هیڅ هیواد تر اوسه تعامل نه ده آغاز کړی په رسمیت نه ده پیژندلی ولې تر اوسه پر رسمیت نه ده پیژندلی نو په رسمیت پیژندله دا خو دوی خپل مشکل ده چې په رسمیت فکر نه کوم چې امریکا دې بیا هم دا کار وکړي ځکه چې امریکا اوس نړیوال ورته مات یي کله چې څوک مات شي نو هغه کله بل څوک مني یو د سیمې هیوادونه دي درېمه درجه هیوادونه دي دا بیا شرګان دي برقدرتونو تر تاثیر لاندې دا نسي کولای او د سیمې هیوادونه به یو کار خي هیوادونه کټوازی صاحب مخالف دي د امریکا سیاستونو سره مثلا چین د روسیا دا او داسې نور هیوادونه ټولې رسمیت پیژندل شروع کړي نه ده چین او روسیا دلته خپلې ګټې لري دوی د خپلو ګټو په خاطر که رسمیت باندې وپیژني دوی ته هغه ګټې چې اوس یې دوی کوي مثلا ځینې ځینې قراردادونه دي چې دوی لري هغه ګټې به بیا په رسمي توګه ورلوي چې پښتنه کیږي یا به دوی بیا نړۍ ته دا وایي چې ما خو نړۍ به دا ورته دغه وکړي چې تا خو مثلا د دغو ګټو په خاطر یا د مدنیاتو په خاطر دا په رسمیت پیژندلی دي چینایان اوس ګټې خوندي دي ضرورت یې نه لري هر خپل مادن د کاخي خلک راضي خلک دلی ګرځي غرونه یې نیولي دي سن بس اوار یې نیولي دي دلی خپل مادن روان دي نو چین څه ضرورت لري چین خو مخکې بلال کریمي چې په زور باندې دغه واخیستل باور لیک واخیستل بیا بل ورځ بیرته ورته وسپارول نو په دغه ملکونو باندې به موږ څه باور وکړو چې اول وخت کې دا سړی تا بلال کریمي ورغه دی بزور د باور لیک ډیر سپینسترګي واخیستل اول ورځ بیا ورته تسلیم کو نو دوی ونه خی اړخ معلوم نه شاف چا فرق دی ودل تخپل ګټي غواړي سي دوی ګټي خوندي ونه وسی هیڅ واجب پر رسمیت ونه پیژن مننه کټه وسه بیا به ورځ تاسو صادقی صاحب حالا مسئله دیگر بر ایالات متحده به شمول حالا که مهم است مهم تاکید میکنه بر دیدگاه خودشان مسئله حقوق بشری و مسئله آموزش است آیا واقعا برای ایالات متحده همین دو گزینه مهمتر است و یا فکر میکنین که به عنوان یک ابزار فشار برای حاکمیت سرپرست استفاده میکنن گره واقعیتی رو بچه واقعیتی رو دادی چه قصور بوری ایالات متحده امریکا کمه گفتنی چی دیگه که ها را که دیدی دقیقه خبر اونی من چیزی وای من چه اصل کاری که خدای که آبانی حقیقت داده چاغیر ځان ته فرمایشونه لري پردې شاته چې کومې خبرې شوي چاغیره یوازې زه فکر کوم چې ایالات متحدې امریکا چې تقریبا څه کم دوه کاله د کومو مذاکراتو دي په قطر کې درلودو او د امارت اسلامي کسان دا کسان ګوري چې پردې شاته چې کومې خبرې دي دا خبرې دي مربندي او که چېرې دا خبره نه وي نو بیا هم دا ملت ته داد وایي چې دغسې دوهګونی چلند نه د افغانستان په خیر او په ګټه ده نه د ایالات متحده امریکا او نور هیوادونو ته اسلامي هیوادونو ته په ګټه هم نه دي بله سوال که صاحب حالا اشاره داشتین در مورد خواستهای ایالات متحده فکر میکنین دید شما چی است چی خواسته داره ایالات متحده همین خواستهایی که همواره مطرح میکنه همین خواستهاست یا خواستهای دیگری داره خب ما به یقین مطمئن گفته میتونم خواستهای متعددی داره ایالات متحده
متحده آمریکا در ظاهر هم و تنها باز شدن مکاتب حقوق بشر خانم فهم کار برای خانم ها، ولی ما به این یقید هستم که اگر فردا امارت اسلامی افغانستان تمام در و تمام مکاتب هم باز کنند، خانم ها را به کار اشتغال دهند، باز هم مشکل حل نمیشه. به خاطر از اینکه با برداشت من اینکه پشت سر پرده چیزای دیگه در اول جریان داشته و با اونها باید عمل صورت میگیرد، حرفای مختلفی وجود داره، چون من سند در اختیار ندارم و نمیتونم کار اینا رو مطرح بکنم، چون بدون سند اسناد گفتنش هم درست نیست از نظر من. ولی من اصلا همینطور میدونم، من میگم که اگر ایالات متحده آمریکا در حرفای خود صادق میبود یا صادق باشد، چیزی که هم دو سال مذاکرات وقت کمی نبود اینا در قطر داشتن، آیا یا نمیخوام بیدن در اون وقت لازم نمیدونستن و یا امارت اسلامی هم اینجا نمیخوام که یک نظامی که در کابل وجود داشت به نام جمهوری یک دو نماینده از اینا در اون وقت اینجا وجود نداشت و امروز ما به این مشکلات دچار نمی بودیم اگر انتقال قدرت از طریق مذاکره و مفاهمه مسالمت آمیز انتقال صورت می گرفت که ما نه به رسمیت شناختن لیگه ها مطرح می بودیم نه روابط سیاسی. و شما بفهمید به خدا قسم از پاکستان شروع بود تا به امروز یک کشور در مورد امارات اسلامی افغانستان صادق نیستند. چینه که امروز به اصطلاح بلال کریمی را رفت اونجا و چیش را قبول کردن، اگر اینا صادق هستن پاکستان، ایران، هر کشوری که باشد، مرد می دانم که مرد و ریلان بودند ما این کشور را تحت کنترل امارات اسلامی و طریق طلاب را برسمیت می شناسیم، مبارک تان باشد، بیرق انشاءالله به سر سفارت بالا آقای صادقی، حالا مسئله بیرق جمهوریت به سرش دادید، بله سفارت از داده سفارت به چین بود به سرش دادید بیرق جمهوریت در مزام استاد، یعنی چی؟ با مثل از اینکه در خانه کرده بیشتر بود در سر خانه نام کسی دیگه نمیشد در دیگه بخار کرده نشستی. من میگم این کشورها اگر صادق باشد به شمول ایالات متحده آمریکا مرد باره اصلاد شد، اگر دوستی داریم هم مرد داریم مطرح بکنیم، اگر دشمنی داریم در غیر از این حالت منافقت است، این حالت خطرناک است، این میتونه بحرانساز باشه بر افغانستان، این بسیار دردسرهای دیگر رو میتونه که برای ما ایجاد بکنه، این نفاق ایجاد میکنه، این به یک امین ملت از یک دیگه خود دور میکنه، ملت هم میبره به طرف یک بدبخت. امروز اگر تنها ما مشکلات سیاسی داریم، اقتصادی داریم، فرهنگی داریم، اجتماعی داریم، تعلیمی داریم، صحی داریم، روز به روز اینها جواب شده میره. ما میگم بیاییم خود ما دست به کار شد، خود ما یک دیگر خدا بپذیریم، به خاطر خدا مشکلات خدا خود ما حل بکنیم. هر وقت ما در کنار ملت خود، در کنار مردم خود قرار گرفتیم، هر فرد نهارش میدیم، با اونها از نزدیک روابط داشتیم، دنیا مجبور است مکلفیت دارن، اما قدر که ما نیازمند هستیم مطمئن هستیم و ما رقمندی دارن که با ما نزدیک شود. تا زمانی که ما یک دیگه خود را نپذیریم و یک دیگر خود نزدیک نشیم، حرف ملت مردم خود را نشنیم، هیچ جایی به جایی نمیرسیم. واقعیت علمی است برادر. تشکر صادقی صاحب، ممنون شما. صاحب بالا آگاهی سیاسی همارت تاکید بری داشته که برای کسب مشروعیت باید حالا میارهای بین المللی پذیرفته شود. این سو حکومت سرپرست همارا تاکیدش بری بود که میارها پذیرفته شده. در این میان حالا چی چیز مشکل مسئله است؟ فکر میکنن که چی زمان این میارها پذیرفته خواهد شد و آیا میارها را حکومت سرپرست تکمیل کرده که به رسمیت شناخته شود؟ در مورد مسئله برای ساختن حکومت ها در سطح جهان آپدید بشن به ملل متحد، ببینید قواعد کنونسیون ها و مقررات بسیار خاص و منظم وجود داره که البته از سالها قبل در تفاهم با نماینده های حکومت های مختلف که اعضای سازمان ملل متحد بودن اینا به تصویب رسیده و تمام این کشورها مکلف به تطبیق این خواسته هستند. ما در صحبت پیشترم به شما گفتم صرف نظری که در افغانستان کدام حزب، کدام قوم، کدام حاکمیت، کدام گروه تسلط داره و حکومت رانی میکنه مکلف به تطبیق همو خواسته می باشد، چرا افغانستان به حیث یک کشور مستقل و یک عضو سازمان ملل متحد با این کنوانسیون ها امضا گذاشته. اگر چنین نباشه، ببینید اگر مسئله عقابی ایران بشه، ما برمیگردیم یک ما با اون موافقت نامه که سال 1351 بین ایران و افغانستان عقد شده بود ما با اون متحد هستیم، پس چرا نمیگه ما با اون تعهداتی که افغانستان در سال 50 یا پیش از اون با ملل متحد بسته بود ما متحد نیستیم؟ این یک گونه برخورد دوگانه خود ما را در مقابل جهان نشان میده. این گونه که ما انتقاد میکنیم همیشه از برخورد دوگانه جهان در قبال خود ما،
ما بر خود دوگانه خود رقیبان جهان هم باید یک فرزوبی بکنیم. ما خواستار تعامل هستیم، ما خواستار جلب کمک ها هستیم، ما خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی هستیم، حتی مسئله به رسمی شناختن هستیم. اما امروز یک نفر از مسئولین محترم حکومت اسلامی یا امارت اسلامی حاضر نشدن که بگن تعریف بکنن ارزش های ملی ما را، ارزش های دینی ما را، مقررات و قوانینی که در افغانستان قابل تطبیق است و مطابق با او بگن که اینی خواست های جامعه جهانی مطابق با این خواست ما سیر قبول میکنیم، این هایش که نیست در مخالفت با ما قرار داره، در مخالفت با ارزش های دینی ما قرار داره، در مخالفت با وحدت ملی ما قرار داره، ما این قبول نمیکنیم. اینی توضیح نشد هنوز. ما هنوز قانون اساسی نداریم، ما هنوز پارلمان نداریم مثل که کتابوی سر گفتن، ما مرجع قانونگذاری در افغانستان متاسفانه نداریم، تمام مثل بر اساس فرمان غیبی اینجا حکمرانی میکنن. خود درست نیست. طبقه دنیا امروز تغییر کرده، ما باید یاد بگیریم با جهان، با اینمی کشمکش‌ها، با اینمی تقابل، با اینمی خناتک در مقابل افغانستان دارن، ما باید هوشیار شویم که چگونه با اینا معامله بکنیم که منافع خود را به دست بیاریم. اگر کشور چین قرارداد امضا میکنه و سفیر چین میپذیرن، اما فقط عدشان به خاطر اونم قراردادهای اقتصادی است. بگیرن حکومت اسلامی افغانستان رو اثبات چه بگه ما قراردادهایی که با چین کردیم فسخ میکنم. اگر فردا سفیر شما را دوباره به کابل نفرستاد و داشت میگیم بگید اینا یه دفعه مشاور شد که ما چرا اساسات یک کار پخته نمیگذاریم. چیزی که جامعه جهانی در مورد رسمشان به افغانستان بخواه این چیزی نیست که تنها از افغانستان خواسته شود. اما چرا مسئولین حکومت امروز افغانستان فقط بانجویی میکنه که خواستا مخالف و مطابق به شریعت ما نیست، مطابق به آرزوی مردم ما نیست. همین خواستا شمال صاحب، حالا جامعه جهانی عادی سازی روابطش مشروط دانسته برای فراگیری نظام سیاسی، رعایت حقوق بشری و همچنان تهدید دهشت افکنی از خاک افغانستان، فکر میکنن که چقدر حالا خواست بجا است و ضروری است برای حاکمیت فعلی افغانستان که پذیرفته شود از سوی جامعه جهانی؟ ببینید محمدی صاحب محترمی، خواست تنها از افغانستان خواستن نشده. افغانستان در یک شرایط خاص بسیار سیاسی اقتصادی و بحرانی قرار داره و همچنان به اساس موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک در منطقه داره، این بر دنیا بسیار مهم است. هر خطری که امنیتی که متوجه افغانستان باشه از طریق افغانستان به سایر کشورهای منطقه و سایر افغانستان نفوذ میکنه و این باعث نگرانی دنیا است. ما شما بخواهیم نخواهیم نیروهای تروریستی، نیروهای دهشت افغان امروز نیک از سالها به این طرف 20 سال 30 سال پیشتر در حد از این هستند که افغانستان سربازگیری بکنند، در این نفوذ داشته باشند تا اینکه نه تنها صلح امنیت در افغانستان برهم بزنند بلکه به اهداف خود در کشورهای بزرگ دنیا هم برسند. این خود خطر است. ما باید برای مبارزه بکنیم. دوم، مورد مسئله بسیار عمده مراعات نمودن حقوق بشر است. مراعات نمودن حقوق بشر بر اساس تعریف های بین المللی امروز تعریف معین مشخص خود دارد و هر حکومت و هر دولتی که مخالف از او رفتار میکنه و مردمش از ناراضی میباشند، این در حقیقت نقض حقوق بشری خوانده میشه در افغانستان. متاسفانه وجود داره. مسئله پرداختن به حقوق زنان و اجازه دادن دختران به مکاتب از برای خود دختر مکتب 2.5 سال از میه پشت دروازه مکتب دیگه میکنه. این کدام دل از کدام قلب است که این تحمل از این داره که این رنج قبول بکنه و از انتقاد بکنه ما تمام نرمها را پوره کردیم در دنیا و شمول کشور اسلامی و غیر اسلامی. شما کدام کشور دیگه که با حاکمیت خود علم تحصیل حقوق امر خدا است بردان امر کده که باید تحصیل کنین، باید بخوانین، اقرا باسم ربک الذی خلق، یکی برکی گفته برای سنگ و چوب خونه گفته، برای این انسان ها گفته، برای این خلق خدا گفته، برای این مسلمان ها گفته. چرا ما اینو مانع شدیم؟ امروز یک کس توجه نمیتونه که دلایل بسته ماندن مکاتب زن و دختران در افغانستان چی است؟ فقط به بهانه جویی. بنابراین وقتی که این نور رو بتاین نکردید، نه مبارزه علیه مواد مخدر مثلا کمک که ما موفق شدیم این تعریف میکنن، ستایش میکنن، ببینید که جوانا میگه درست است، کار خوب شد، افغان صورت گرفته. اما چیزایی که انجام نشده کار خانگیه که به اساس مقررات و کنسین به رئیس سر میز ما هست، ما این رو انجام بدیم. ببینید انوال کنفرانس هایی که باید دایر شد در دوها تاریخ 18 و 19 این ما تشکر. این کنفرانس یک کنفرانس های با مردم افغانستان باید ای ما آمادگی باید داشته باشیم به دست مسئول حکومت که ما چی کارهای خانگی انجام دادیم چی نداره و همین جرات داشته باشین که بساط با جرات بریم این شما صد برنامه بکنیم با شما جان بخواید که چیزی ما رو به رسد بشه در غیر از ایران امکان نداره. تشکر شما صد ممنون که تازه سه بوس فکر کوز در مساله حقوق بشر و آموزش د ذکر مسائل ایالات متحده و امریکا ته مهمه د دون تینگار پکوی او همیشه تاکید پکوی سه یوازینه لای حل مثلا تعامل تر سرسی او رسمیت پیژندنه تر سرسی په دغه دوا موضوعات باندې همیشه تینگار کوي. آیا دا مهمه دی امریکا ته؟ امریکا ته دا هیڅ مهمه نه دی.
ځکه چې ګوري کچیر دی حقوق بشر موضوع تاسو ولدل په میانمار کې څومره مسلمانان وژل شو دوی ولې په رسمیت پیژني په اسرائیل کې دا اوس 50,000 ماشومان شهیدان شو د اسرائیل د فلسطینیانو د اسرائیل شهیدان کو ولې په رسمیت پیژندل ولې دوی سره تحمل کوي په ایران کې اقلیتونه ټول تر پښو لاندې دي اقلیتونو سره ظلم کیږي ولې دوی په رسمیت پیژني دا سراسر په پاکستان کې بلوچستان او پښتون باندې ظلمونه روان دي دا غو 15,000 نفر ورکتي وژل سوي دي یو ځای بل ځای 20,000 نفر ورکتي ولې دوی په رسمیت پیژني ولې سره تحمل کوي دا سراسر روسي په اوکراین باندې جنگو کوارت اوکراین ډیر خلک وژل ولې دوی سره دوی ولې په رسمیت پیژني همدا چنده چې غوري نیول دي غوري شکنجه کړ دي غوري وژل دي د مسلمانانو په وړاندې ډیر بد چلن کوي ولې دوی په رسمیت پیژني دلته بدبختي دا ده چې ما او تا وروره کمزوري یو ما او تا څوک نه لرو ما او تا به اتفاق یو اتفاق نسته په افغانستان کې یو مرکزی حکومت تر اوسه پورې نه و او که اوس پیدا سوی دغه حکومت باید ټول هرې ډلې ته لبای کوی دغه مذهبي تعصب دغه قومي تعصب او دغه دا تعصبونه باید ورکړي دا نور په افغانستان کې فاته نشي همیش خو دا حال نه دا نه کیږي موږ همیش په دموکراسي نوښت امریکا ټاکی یا همیش په دموکراسي نوښت هند ټاکی یا بل یو ټاکی نو د امریکا لپاره ما دغه یو ځونه نمونه واخل تر دغه نور هم ډیر دي چې دوی ظلمونه کړی دي هغه خلک ولې په رسمیت پیژني بدبختي دا ده چې موږ څوک نه لرو موږ په نړیوال سټیج کې نو په نړیوال سټیج خبره کول نړیوال سره خبره کول شرور کټوازی سپ څوک نه لرو قوی نه یاسو او یو ټیټ هغه لرو زور لرو یعنی اونا مقتدر نه اساس مثلا خود کفا و سیګونو په دې حال کې څه باید وسې د ابر قدرت او هوادونو سره واغه هوادونو سره قدرت ډیر لري څه ډول برخورد باید وسې دوه مسلې او بداده چې افغانستان ما مخکې مشاره ورته وکړ چې مخکې افغانستان به دایمي به طرف اعلان ای او نړیوال به په دایمي به طرف به طرف باندې پیژني او یو خبر داده بل خبر داده چې کوردنی به اتفاق او دغه کومونو یا په جبو سوشل سوي یو دا باید نور فریګدو په دې کې د هیڅ هم خیال نه است زه یا مچ طالبان دراسي دا ټول وزارتونه دی نور کومونو ته ورکی یو د پښتون نه یزمک په بدګمان نه یو موږ ورته لبای کی خیر دوی لیکن افغانستان د جوړ کې د افغانستان د لدی بحران او بس د افغانستان د لدی بد حاله او بس په افغانستان کې ګوره نه په جمهوریت کې ورته چاپ خ نظر کتل نه په امارات کې ورته په هغه نظر کتل کیږي د افغانستان جنو خلکو ته نو افغانستان دغه بد حاله او ځکه باید راپورته سي په کوردنینی غونډه وسی په کوردنین لزوانانو سره مشورې وسی اوس موږ د ځوانانو سره مشوره نه لرو ځوانان هر ورځ تر کیږي وطن پرېږدله هیواد وسی ولې وسی دا هیواد ولې دی تر کوي دغه سره باید مشورې وسی سره کینی د نیمروز اوټل په دې ډکه دي ایران اوټلونه په دې ډکه دي ایران لارې په دې ډکه دي د ځوانانو باندې دا ورور دلته بیروزګاری یو ځای ده کنات پل جن د کور کړسوي او د سر د امن کناتو د غور تور تضمین ورته ورکړسي کار تضمین ورته ورکړسي نو نور خلک لونه د هیواد ما ته دا ټول نړۍ وای از دې واده نظم هر کله کپ دې پوسوم سنور په یوه کې ماته خطر دی بزله دې واده زم طریقه وخت پورې دا ټول دنیا راته وای ز دې واده نه وزم نو هر چاته دا اطمینان ورکړل چې دا خلک څنګه مخارج کې ناشته ولې ناشته ته راځي دلته خپل کار کې خپل روزګار بکای موږ او تاسو په دې واده کې ګورو دا مې واده دا مخاور د ورو دې واده کې به کار کوو ان شاء الله فکر کوئ دا غاستي مشکل چیرته ده اصله مشکل خو له وختونو وختونو راجوړ د دغه خلک چې موږ له بیتپاکو غټ اخلي او اوس موږ له واده بهر غونډه کله چې موږ له واده بهر غونډه جوړه سي دنه باید کوي غونډه جوړه سي موږ څنګه په روسیه کې غونډه جوړې یا په ترکیه کې جوړې طریقې کوي غونډه باید په افغانستان کې دنه جوړه سي دا خلک راوغوتل سي چې ټول نړۍ په دې پوه سي دا خلک سره نه اسمه دا خلک نه خلک به چټی نه است دلته خپل دا شی ورکیږي دلته حکومت تر منځ ګوره زه یو وخت هغه ته وره لم وزیر دفاع ته ایران کې موږ نفر شهیدان ایرانیان شهیدان کړي زه وره لم ورته مل تیار راک مل تیار راکه دستی تیار راته راکړې چې امبل کېونه ول تیار راکړل نمروز هم شهیدان راوړ پکتیکا ته کټه واست دلته حکومت سره د موږ رابطه نسدار وزیر دفاع ما بخینه پیزندول نه ملي غبیا بعد ویل دل نمتري غ مختلف دل دغه یو زوره نه مرته تیار راک نو هر وزیر ته سورس مشکل ور سره وای یو کله سل راشه درشه من محبت اتیزی کله شغندی وزارتونه خلکو غواړي خپل خپل بخش کی وزارت قبایل قومي خلکو غواړي وزارت جوکاپ علما غواړي مثلا وزارت اطلاعات کلتور ځوانان غواړي دا مشکلات په خپل باندې کور کې حل ان شاء الله بیا به د غستون زنه مستکیز بیا به د مو یو ادوال په نور یو ادو کې کار نه کوي که توازی بیا براو تاسو خبر به ولر شما صادقی صاحب حالا فکر میکنین که چی تغییرات سبب ازی خواهد شد که قابل قبول شوه حاکمیت فعلی افغانستان برای دنیا و برای جهان همین نکات بسیار عمده و اساسی و خوبی را که در وزیر اشاره کرد کمک تا زینا نمونی 100% موافق است
دنیا بسیار خوب میفهمه که اگر اونها یک مشت واحد شدن بازور هیچ کس بر از اینها نمیرسه. شما باید داشته باشین در زمانی که جنگ جنگ است دیگه، در جنگ ما نقوا تقسیم نیست دیگه، در جنگ فقط مرگی را بدل میشه و کشتن است و زخمی شدن است. در دور اول که امارت اسلامی آمد و حاکمیت گرفت، در اون جنگ های اول شما میفهمین امین ملا برادر که امروز فرد شماره دوی اصطلاح یا سیوم امارت اسلامی هست، با تعداد زیادی از قماندانهایش و ولیهایش و دست استاد عطا محمد نور اسیر شده. امروز عطا محمد نور هم زنده است، ولی ملا برادر هم الحمدلله زنده است، همیشون زنده هستند. برخورد از اونا رو بینید، از اینا پرسان بکنید که با شما چی نوا برخورد صورت گرفتن در دوران اسارت. بهترین غذا، بهترین لباس، بهترین استقبال راهشان کردن رفتن پشت کار شد. با این شکل ایده زیادی در دوران نگاهی شده از زبیولا مجاید نصیب می پیشه احمد شاه مسعود، خدا غریق رحمتش بکنه، خودش از زبان خودش بشنم که در این مصاحبهش چه گفته در مورد از ما. میگم که با خدا قسم است که فقط تمام دشمنان داخلی و خارجی کوشش میکنن از هر طرق ممکن ما را دوای خود بندازن. اگر قرار به این باشه که ما ملامت سلامت پیدا بکنیم، به خدا قسم است کلی افغانستان خرب میشه. بین بلی یاغز خدا خیلی بی حرفا بکره. هر کسی از هر تنظیم و از هر آدرس که مسائل قومی، سمتی، لسانی، زبانی، منطقه را دامن بزن، این مردم نه افغان هستند، نه مسلمان هستند، نه در فکر افغان هستند. صادقی صاحب، حالا فکر میکنین که چه زمان تعامل رسمی خواهد شروع شد؟ آیا ایالات متحده تعاملش را با حاکمیت سرپرست عادی خواهد کرد؟ گرچه مسئله حقوق بشر و همچنان مسئله آموزش حالا بیشتر تاکید داره برش، فکر میکنین که با آشیه خواهد رفت؟ به هیچ قیمت، به هیچ قیمت. این حرفا در حد حرف است. امروز میرا میگم، فردا باید تون باشه و شب باز بکشین. کل از اینها بهانه است. ما فقط یک مطلب رو میخوام اشاره بکنم، باز شما یک دقیقه وقت گرفتم معذرت میخوام. ببینید، آمریکایی ها در پاکستان نیستن، هستن. امی پاکستانی ها نبودن که میدان هوایی را در اختیارشان قرار داد که دیپ برین بزنین افغانستان. آمریکایی ها فعلا در عربستان سعودی نیستن. آمریکایی ها در کدام دنیا نیستن. از وجودشان استفاده کردن، اقتصاد خود را سر پای استاد کردن. ما چرا خداوند به قدر عقلانیت ما را نداده که ما روابط داشته باشیم با در نظر داشت حفظ شریعت خورای محمدی و منافع ملی کشور خود با تمام دنیا روابط داشته باشیم؟ دیگه وقت ندیم نه دشمن داخلی را نه دشمن خارجی را که بین ما آب خط کنه باز هم مایی بگیره. و یاد داشته باشین تمامی حرفای ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها همسایه ها دور نزدیک، کل از اینها بهانه است، دنبال چور و غارت مدنیات افغانستان هستند که به از کدام طریق و چه شیوه و چه نحوی میتونن که این مدن افغانستان که سالهای متمادی است دست نخورده اینه به اقوا ببرن. حالا صادقی صاحب، تاکیدهایی که جامعه جهانی داره و تاکیدهایی که حالا کشورها داره به خاطر رسمیت شناسی حکومت سرپرست، این چقدر بجاست، چقدر معقول است و چقدر درست است اگر پذیرفته شود؟ این دوستانه صحبت بکنیم، یک تعداد کارایی است که مربوط به امارت اسلامی افغانستان است، یک تعداد هم است که خارج از اون است. ما براتون به جرئت میگم تا زمانی که در مکاتب باز نشه، به خدا قسم است اگر 10 سال دیگه بگذره یک کشور هم برسته نمیشناسیم. در قدم اول، دو، تا زمانی که پانتونه ها باز نشه، خانم ها سر کارشان نره و حداقل یک حکومتی که در اون تمام اقوام اقشار ساکن در افغانستان، افراد اشخاص پاک صادق که دستشان به خون مردم آلوده نیست، به ناموس مردم آلوده نیست، به غصب زمین و جایداد مردم آلوده نیست، یک حکومت مرکزی و قوی نبیه که تمام اقوام اقشار ساکن در او افغانستان نباشد، در او نقش نداشته باشند، حضور فیزیکی خدا نبینن، این مشکلات نه حل شده نیست، نه حل میشه، نه دیگه خدا بازی بتیم بگه با وقت ما را زیر نکنیم. خیلی کوتاه اگر بگوین، پس فکر میکنین که با این وضعیت تعامل رسمی آغاز شد و رسمیت شناسی آغاز شد؟ من نمیخوام یک بار دیگه سنگ نومیدی رو به سینه مردم ملت مردم بزنم، ولی متاسفانه من اراده را نه این طرف میبینم نه اون طرف، نه در نظام موجود حاکم، کسایی که امروز در افغانستان حاکم هستن، نه در دنیا دیگه. فقط بر میگرده با می که اگر افغان ها یک مشت واحد شوند،
بگذارن دیگه ای که تو کی بودی ما کی بودم تو چی کردی ما چی کردم اگر همی افغان ها دست هم یکی دیگه خود تدن یکی دیگه خدا بپذیرم دنیا ناگزیر میشن با ما کنار بیان اگر نه که ما خدا را سپاس صادق صاحب در غم فکر خودخواهی و نفاق باشیم در غم چوکی پرستی باشیم در غم ازی باشیم که چه قسم میتونیم قدرت خدا حفظ بکنیم صدای مردم خدا نشنیم و فریاد مردم خدا برنگردیم با شما ممنون جوان ما را فرار از مذهب باشه کادرهای ما هر روز فرار از افغانستان باشه ما باید میدانم که چه کاری شده سپاس شمال صاحب حالا با توجه به خواست‌ها و همچنان معیارهایی که همواره مطرح شده دو طرف فکر میکنین که حالا یک دیدگاه واحد پیدا شود و یک تفاهم واحد پیدا شود تا این سوء تفاهم سیاسی که میان جامعه جهانی و حاکمیت فعلی وجود داره برطرف شود؟ ببین محمدی صاحب به خاطر با وجود آمدن روابط سیاسی نرمال و دیپلماتیک و وصل شدن دوباره افغانستان با جامعه جهانی بیشتر برمیگرده به عملکرد مسئولان حکومت سفارت فعلی افغانستان. ببینیم ما همیشه در زمانی که افراد عادی جامعه هستیم خواست و آرزوهای بسیار بزرگ داریم، اگر مبارزه سیاسی میکنیم، نظامی میکنیم، اهداف را معین مشخص میسازیم، وعده های بسیار چرب و نرم و بالا بلند را برای مردم میدیم که ما در زمانی که به قدرت بیاییم یا تغییر بیاییم یا تحول بیاییم بدبختانه این تغییرات تحولات قصد پیشتر هم با شما گفتم مطابق و خاص اراده خود مردم افغانستان نبوده، بلکه بعد جامعه همین جامعه جهانی بر ما تحمیل شده چنانچه حتی با شکل حکومت فعلی امروزی. اما وقتی که ما به قدرت میرسیم تمام گپا را فراموش میکنیم، تمام او تعهدات و وعده هایی که بر مردم داده فراموش میکنیم. یعنی میجاست که فاصله بین هم عمل و گفتار ما و هم بین حکومت و مردم به وجود میاد. ما چگونه میتونیم با جامعه جهانی تعامل داشته باشیم و تقاضا بکنیم اونا با ما تعامل بکنن، ما را به رسم بشناسن، در حالی که ما وظایف خانگی خود انجام ندادیم. وقتی که ما تمام مردم هم مطابق و اگر دیگه مسئله یک طرف نزدن هیچ قانون اساسی مساسی هیچ چیز وجود نداره اما یک چیز قراردادی به نام تفاهمنامه دوحه وجود داره. امروز که ملل متحد تصمیم میگیره که نماینده دیگری به خاطر مسئله افغانستان تعیین بکنه، دلیلش چی است؟ که خود نشد که ما بگویم تحلیل بکنیم. ببینید تا دیروز وقتی که این فشار نامده بود حتی دفتر یونما را همین مسئولین محترم در حکومت امارت اسلامی رد نکردن، اما وقتی که مسئله نماینده ویژه دیگه مطرح میشه اینا میگن یونما کافیز برای ما میتونه مشکلات خود طرف یونما حل بکنه، پس چرا دیروز کار نکرد؟ ببینید در حالی که هر ارگان داخلی در کشورها و بین‌المللی در سطح جهان دارای حدود و سقوط صلاحیت ها و پلتفرم هایی باشه مطابق با عمل میکنه. این که وضع افغانستان دنیا بررسی میکنه بنابر این که افغانستان نتونسته تا سال 6 ماه گذشته روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با کشورهای دنیا عیار بسازه، سازمان ملل متحد مجبور شد که دوباره یک نماینده دیگر در این رابطه با افغانستان حکومت بکنه، نماینده ویژه دیگر تعیین بکنه. اگر ما این کار خود ما میکردیم، اگر با جامعه جهانی کنار نمودیم میشیشتیم که برادر مشکل شما چیست؟ ما یک کشور آزاد هستیم، کشور مستقل هستیم، کشور هستیم با آزادی، با حریت و دستاوردهای گذشته خود افتخار میکنیم و حاضر هستیم به تمام مردم خود حق بدیم، بریم به مردم مراجعه میکنیم، مشروعیت قانونی ملی مردم از مردم خود بگیریم، پشتیبانی رو میگیریم، اساس خود بگذاریم، قانون اساسی خود رو میاریم، وزرا خود تعیین میکنیم، بر اساس خواست مردم شایسته سالون رو میاریم، حاکمیت قانون رو میاریم. بنا کدام قدرت جهانی در مقابل شما استاد شد بگیم ما شما برسیم نمیشناسیم؟ وقتی که ما این کارا رو نمیکنیم ببینیم قانون اساسی رو شما کنار میزنیم، فعالیت احزاب سیاسی را دیدگاه های مختلف سیاسی را کاملا رد میکنیم، این میگن ممنوعست، تظاهرات، تجمعات، گرد همایی ها جمع ممنوع میشه، حتی کسانی که داخل افغانستان با 10 15 نفر تجمع میکنن اینا گرفتار میشن. ما خبر دیم آغاز دنیا رو میبینید میرن به زندان طالبان داخل میشن. به خاطر چی شما چرا تجمع کردید؟ این شما فکر میکنید که دنیا نمیبینه؟ دنیا یه خانه بسیار کوچک است که با تمام ذره‌بیناش اینو ترکت هر کانتون زیر کنترل داره، حالا هر کاری که میکنه این پخش میشه. امروز دنیا دنیایی نیست که ما در مقابل حقایق در مقابل چشم جهان قرار بگیریم. نخیر نه، بپذیریم حقایق. حقایق تخت چی است؟ که ما باید به خواسته جامعه جهانی عمل بکنیم. گفتم بازم با تاکید به این که اول مردم خود مراجعه بکنیم، خواسته جامعه جهانی رو مطرح بکنیم که چی است و این در اساس چی میره. در اساس که ما یک قانون داشته باشیم. وقتی شما امروز میگید با جامعه جهانی تعامل داشته باشیم، بر اساس کدام قانون؟ قانونی که بتونه سیاست خارجی افغانستان را تفشی بکنه کدام است؟ توضیح کنید.
کدام قانون سیاست خارج داره. فقط میگفتمش از جناب وزارت خارجه که ما سیاست دوستی و همکاری با جان و احترام به یکدیگر پیشه کردیم. برادر این تنها در حرف نیست، باید عمل باشه، وثیقه شرعی باید وجود داشته باشه، پایی باید امضا گذاشته شود و دو طرف به این مکلف به تطبیق باشه. اما تنها به حرف ما ما این کار میکنیم، ما این کار میکنیم، ما نمیم که افغانستان و خاک دیگرها عزیز تجاوز صورت بگرد، در حالی که دشمن در تلاش می است که از خاک شما برادر یک کشور دیگر استفاده بکنند. چرا این منکر میشه؟ هست چون اینکه وجود دارد این بپذیریم، ولی که به خاطر دفع ازی باید اقدام بکنیم که تا جامعه جهانی متوجه شه. بله ها، من یک نمونهش برای شما گفتم که مثلا در قسمت کشت مواد قاچاق مواد مخدر و پایین شدن از این وسط بسیار نازل دنیا از استقبال کرد. چرا نکرد؟ تشکر شما. اما دیگه هم نخواهیسته که داره باید قبول بکنید، بدون از اینکه ما در تقابل قرار بگیریم. ما یک کشور بسیار معتاد هستیم، به جامعه جهانی ضرورت داریم، به کمک های ضرورت داریم، به کوشمونی ضرورت داریم. بدون همکاری و همنوایی با جامعه جهانی هستن ما باور که زندگی کردن نمیتونیم. شما یک مارش تخواد مردم داده نمیتونید، از معلمی تا داده نمیتونید، مامور داده نمیتونید. و سلام هست که ما را 80 میلیون دلار ما هفته وار میتید کجا میرید؟ شما سر برمیگردید جامعه جهانی شما حساب میخواد. ممنون. کټوازای سه رابطه په دې شرایط کې او سرپرست حکومت کې د ملت او دولت څنګه د څومره ده یو خرابته ده کنه رابطه دومره خنه ده لکه څنګه چې موږ ورته ګورو، ځکه چې هر حکومت مجبور مکلف ده. ما مخکې وویل چې په خپلو خپلو وظیفو کې خلک وګماري او خپلو خپلو بخشو کې غونډې جوړې کړي. مثلا مکه په خپل وظیفه باندې مثلا زراعت په برخه کې خپل زراعت مایر یا زراعت انجینر ونلرو، نو د حضرت مخته نه سوړای. که موږ د برق په برخه کې مثلا د برق انجینر ونلرو، ملا صاحب د وظیفه مخته نه سوړای. داسې مثلا که موږ په نورو برخو کې په شفخانه کې یا په سیاتیا مکه ډاکټر ونلرو، دا ملا صاحب د وظیفه مخته نه سوړای. نو موږ د افغانستان اسلامي امارت ته چې هر برخه کې خپل کس وګمارل سره به د خلکو زیات څه پیدا بس. اوس خو که ډاکټر صاحب راځي، ملا صاحب او د ډاکټر صاحب ما بین تفاوت موجود دی، غټ تفاوت، ځکه چې حکیم ملا صاحب د ملا صاحب ورته ناسته، موږ ملا صاحبانو ته احترام لرو. لیکن خبره دا ده چې هغه ډاکټر صاحب او ملا صاحب په ژبه پوهېدل سره ډېره سخت خبره ده. یو ملا صاحب او د برق انجینر بیا په خبره سره پوهېدل دا هم سخت خبره ده. که چیرې هر څوک په خپل بخش کې ګمارلی وي او خلک ورته راسي په خپل بخش کې مجلس ورسره وکړي، هم به په ژبه سره پوه سي او هم به مشکل سره حل کړي. اوس خو لږ دغه ځای کې مشکلات شته، دغه ځای مشکلات باید حل سي، کار اهلي کار ته وسپارل سي، د نجونو مکتبونه مشخص سي، ښوونځیو د خلاصون دغه باید مشخص سي، په کور دننه د غونډې وخت بیا ونیول سي. هغه موږ ورونه، هغه ځوانان، هغه خلک، هغه که د هر قومي، که د هر ژبې، که د هر مذهب چې له دې هېواده تللي دي، له هغو سره باید وخت خبرې وسي، هغه هېواد ته راوغوښتل سي، په دې هېواد کې عزت ورکړل سي، او په دې هېواد کې کار ځینې واخیستل سي. پردي خلک کار ځینې اخلي، او ولې موږ په خپلو ځوانانو کار نه اخلو؟ کټه وزای سره فکر کوي چې په دې وضعیت به رسمیت پیژندنه شروع سي، تعامل رسمي شروع سي، او که شروع نه سي څومره به ضرورت ورته وي، څومره به شرایط سخت سي افغانستان کې؟ نو یو دغه کارونه که ما چې مخکې وویل، که دغه کارونه وسي بیا که په رسمیت خامخا پیژندل کېږي، خلکو بهانې به ورکړي، ابنجویي به په منځ کې نه وي. اوس خو که په رسمیت ونه پیژندل سو، موږ خو د یوې ډلې حیثیت لرو چې په رسمیت ونه پیژندل سو. که چېرې په رسمیت ونه پیژندل سو، څوک مو ملا نه تړي، که سبا یو څوک هېواد مو بمباروي، که مو وژني، که عمله راباندې کړي، موږ په نړیوال سټیج کې یا په نړیوالو محکمو کې دوره څوک نه لرو چې هلته موږ عریضه وکړو، هلته زموږ عریضه واخلي، هلته د موږ غږ واخلي. نو خپله به موږ بیا په ټوپکو د هغو خلکو دفاع کوو. هغه دفاع کول په ټوپک باندې یا په جنګ باندې، تر دې دا ښه ده چې په نړیوال سټیج کې د یو چا غږ جګ سي. ښه خبره دا ده چې په رسمیاتو ته، هر رقم رسمیاتو ته پېژندلو ته هغه بانې ورکې سي، لکه د نجونو مکتبونه یا اقلیتونه تر پښو لاندې کول، یا بل شه بل شه نړیوال سیاي، دا باید ټولې ورکې سي. او په هېواد کې د نن اتفاق موجود سي، اتفاق پیدا سي، بس نور نړیوال په خپله باندې ته مجبوري دي چې له موږ سره بیا رسمیت باندې موږ وپېژني، بیا دا هېواد یو سیال وبولي. اوس خو موږ سیال نه بولي، اوس خو پیږي چې وروره ژبني ده او قومي ده او مذهبي ده، دا کیسې په مخکې جوړوي، دا راپکې پیدا کوي، دا راپکې پیدا کړي دي، په یو فردي لاس نیولی. دغه خواستونه څومره مشروع دي؟ نو دا خو نړیوال ته مشروع دي، که ما او تاته نه دي، نړیوال ته مشروع دي. نړیوال دې ته لاس نیسي، هلته غږ جګوي، ځکه چې نړیوال یو چاته د غونډې حیثیت ورکوي، اجازه ورکوي چې د په هېواد کې غونډه جوړه سي. نو دغه شت هم د افغانستان ته فکر کوي چې مشروع دي، دا غوښتنه
د افغانانو ته مشروع دي نو کله چې په لیواده بهر غږ جګیږي ما ته یو ورور له بهر بند ناری وي یو ورور مدنی ناری وي یو شریعت راکشي بل قانون تکشي دا خود به خود د هیواد سره مشکلات وک سره هوري موږ او تاسو باید تر یو قانون لاندې ژوند وکړو بیرغ لاندې ژوند وکړو په هیواد کې په ګډه باندې ژوند وکړو دا هیواد به ګډ کور د کازاره ورور د تاجک ورور د ازبک ورور د تنظیمي ورور د ملکی د او نظامي د ټول هیواد والو ګډ کور د دلته چې ورور ګلوي ټغر ونه غوړي دلته چې ورور ګلوی فضا قائم دایم نسی دغه یواد نور خراب پیج نور بدبختیت دی کله غختنه د خلکو غختنه او د خلکو خواهشات برآورده نسی نو سټ اول به تاسو فکر وکئ سو زیات به څنګه سی کله د خلکو خواهشات یا د خلکو غختنه طلبای کول سی او دا ومنل سی افغانستان اسلامي امارت طلبای کوی دا ومنی دا یواد خود به خود جوړ ده دا یواد دور نور شانو ته ضرورت نه لري اوس خو طالبان ته یو خو پرست پلاس ورغلی ورسته 15 یو توکلو یو داسې نظام حکیم سوی د چ په هر کلی په هر قوم په هر کوڅه په هر غره باندې یو حکیمیت ده اوس مخ کې په شمال کې یو حکومت او جنوب کې بل او په کلی کې یو بل کلی کې بل اوس دغه مرکزی حکومت د هر څه اسانه دي د خلکو راغښتل ورته اسانه دي خلکو ته حق ورکول ورته اسانه دي خلکو ته عزت ورکول ورته اسانه دي خلکو غښتنه طلبای کول ورته اسانه دي نو به خو شي به غښتنه ومنل بل کټوازه سب جنبندی ته براو ګرځوب څه باید وسی په ضروری حالاتو کې مننه صادقی صاحب حالا به عنوان از اینکه بحث را جنبندی بکنیم راه حل فوری چی میتونه باشد چی گام باید برداشته شود در کوتا مدت یکی خود در مورد حرف جناب شمال باید بگویم که اینا گفتن که بدون روابط با دینی و ارکان پذیر نیست 100% دیگر تقریبا واقعیت است امروز در حالی که در پار و میلیون ها دلار سر و زیر میشه تمام کشورهای دنیا خصوصا ایالات متحده آمریکا در کابل ما اینقدر مشکلات داریم اگر قرار بشه امید ها قطع شود کمک سازمان ملل متحد قطع شود آرمان ها قطع شود فکر بکنید به چه فاجعه پیدا خواهد شد ما مجبور هستیم مکلفیت داریم مسئولیت داریم با دنیا روابط نیک حسنه با در نظر داشت احترام متقابل داشته باشیم این یک نیاز مبرم جامعه است دو یک نشست است قرار است که در خلال یک الی دو هفته آینده در کابل دایر شود و این نشست ها مثلا بزرگان قوم و یک تعداد برادرایی که مربوط به امارت نیستن دایر میشد حداقل از این مجلس شاید بالاتر از 1000 افراد دانشمند و اخوانان باشند که خدا کنه همونطور باشند که اصلا تغییر نکنه که واسه با کسی سرمان رو یک بیتری تو رو گفتیم بلاخره این این هم شد برای فعلا جریان از این قرار است و برای امارت اسلامی هم به جریان گذاشته شدن و اونا قبول کردن که اینها در داخل افغانستان روی اینمی موارد را که ما شما از ابتدای برنامه سرش بحث کردیم تا بینیمی لحظه اینمی تمام موارد در این بحث خواد شد و امیدوار به یه هستم که خدا بخواهد همین مشکلات موجودی را که ما سرش صحبت کردیم همین همیشه یک راه حل پیدا بکنه و افغانستان از این مشکلات موجود بیرون آید موفق بیرون آید و اگر خدا نخواسته این مشکلات باز هم باقی بکنه و ما نتوانیم که به صدای مردم خود و صدای ملت خود رسیدگی کرده بکنیم ما زمینه کار اشتغال ایجاد کرده بکنیم تا جوامع ما در مرزهای کشورهای تیر تبیین نشم و فکر بکنم یک واجه بزرگی را انتظار شود داشته باشم متاسفم تشکر شما صاحب برای روابط سازی بهتر چی باید شود در گام نخست ممنون محمدی صاحب ببینید به خاطر روابط سازی روابط با جهان از نظر ما در شرایط اساس و بسیار عاجل دو موضوع بسیار ضرور است که ما بتانیم این اقدام بکنیم به حیث مسئولین در حکومت سرپرست حکومت افغانستان اول جرگه یا نشست یا نشست بین المللیه که در قطر در دوحه باید دایر شوه قبل از اینکه جلسه دایر شوه باید نماینده های امین کمیته سفارت افغانستان با مردم مراجعه بکنند خواسته های جامعه جهانی را به شکل بسیار واضح با مردم مطرح کنند و از اینا دیدگاهشان را در مورد خواسته داشته باشند و با فرستادن نماینده خود بسیار با جرأت و با صلاحیت یک کنفرانس شرکت بکنند نه یک کال می‌بینیم دو سه روز که قسم به حساب پسکشی وجود داره که بهانه های مختلف وجود داره که شاید هم شرکت نکنند حالی که ای از دست دادن یک چانس بسیار بزرگ است
نماینده حکومت باید شرکت بکنه بره در مقابل جامعه جاری و در حضور خود شخص سرمنشی سازمان ملل متحد پیشنهادات خود مطرح بکنند. اگر معقول است قبول میکنند سرمنشی ملل، اگر نمیکنند پیشنهادات جامعه جهانی را برای آخرین بار قبول بکنند، بیان با جامعه جهانی همکار شوند. دوم، به خاطر رفع مشکلات مردم و یک انتخابات که از جامعه جهانی به خاطر برسم شناسان است، یکی مسئله مکاتب دخترها است. بهترین چانسی که الان در پیشوری حکومت فعلی قرار داره که با آغاز سال تعلیمی جدید که باز 15 بود به خیر شروع خواهد شد، پیش از باید اعلان بکنه اینا، حتی پیش از تدبیر این کنفرانس باید اعلان بکنه که ما دروازه های مکتب برای دختران و پسران باز میکنیم، خانم ها رفتن به کار بستن و پانتو رفتن، این کار بکنه تا این فاصله بین مردم و حکومت کمتر شد و یکی از انتخابات جامعه جهانی در مورد برسم شانسان نقطه پایان گذاشته شد. این دو پیشنهاد باید حد سوتر باید عملی بکنند، در غیر دو فکر نکنند که ما به نتیجه مثبت دستوری داشته باشیم. ممنون شما صاحب کتازه سب ده حالا رسد است باید وسی په لند محال وقت که پلند به هم محال وقت که باید لمره در قومی جبنی و مذهبی خلق طول یوزای سرکشینی دوی پا ما باید که چه اغا تاسو بنا دی اغا باید ورکسی بل زوانان سره غونډه جوړ سی د جنگ وطن ته بدبختی زوانان راوړي او بدبختی لري کوي زوانان کله چې جنگ میدان خالی هر وخت جنگ میدان کې زوانان له لاس ورکړي دي دستنګ تنګ زوانان په هر نظام په هر نظام کې په هر وخت له لاس ورکړي دي کله چې زوانه ته بکه جوړ سو دی غو ما زه آرام بیا نور هیڅ نه کیږي دایوات خپل جوړ دي خپل دایوات سمي زوانان ته باید کاری فرصتونه پیدا شي کارونه ورته پیدا شي دوی ته خپل حق ورکړي سي مثلا یو سړی ده په ماشتری لري په کوم بخش کې هغه بخش کې باید ورته وظیفه فایده است حتما ورته فایده است نو دغه خود به خود د مشکلات حل کیږي اوس خو ډیر مشکلات دلته د ځوانانو په پرار فعالیت کې ځوانان هر ورځ وځي دا ډیر غټه بدبختی ده دا یو ته کنن وکړه سبا بیا به د بدبختی د ځوانانو لخوا راځي بیا به دا یو د غم ټغر کینی کله چې ځوانان په کور د نن خوشاله او سای آرام نور څه د بدبختی راځي کوم خو راځي مننه تشکر سپاسگزارم از مهمانان در این بحث آقایان هر یک محمد صابر صادقی استاد دانشگاه نجیب الرحمن شمال تحلیلگر مسائل افغانستان و محمد خان کتوازه بزرگ قم و آگاه سیاسی از زورتان با آخر خط و از شما بیننده ها نیز سپاس که تا این دم برنامه را بیننده بودین وقتتان بخیر خدا نگهدار